بسم الله الرحمن الرحیم بیننده و شنونده برنامه شهر رمضان از شبکه جهانی رادیو خورشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، خوش باشین و امیدوار هستم عصر امروز تا این لحظه خوش گذشته باشه، بقیه روزتان هم خوش باشه، طاعات عباداتتان هم قبول درگاه حضرت حق. خوشحال هستم با سمع بشیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های شهر رمضان تا یک ساعت در خدمت شما قرار دارم. تمنای همراهیتان دارم و امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشین و از داشته های برنامه استفاده برین. اولین مهمان ما جناب آقای پروفسور دکتر فیاض الرحمن صافی هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید جناب صافی. خدا شما را به سلامت باشه. تشکر. حدیثی داریم از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در ارتباط به شب قدر در لابلای برنامه هم نشر میشه. تمنا میبرم که امشب هم این فرصت از دست ندیم. نشر حدیث و پس از نشر حدیث حرف و حدیث با جناب آقای دکتر. خوش آمدین. ادامه شهر رمضان از شبکه جهانی رادیو خورشید بیننده و شنونده هستید. چون امشب هم در شب 29 ماه مبارک رمضان قرار داریم و به گمان اغلب که امشب شب قدر باشه، چون نظر به گفته پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم که میگه شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان آن هم در شبهای تاق جستجو کنین. اگر شب 21 و 23 و 25 و 27 نبوده باشه، امشب به یقین که امشب شب قدر هست. تمنا میبرم که امشب هم پاس بداریم و ارزش و جایگاه شب محترم بشماریم و شب در حد توان زنده نگه بداریم، با طاعت و عبادت سپری کنیم. جناب آقای دکتر صافی مهمان ما هستند و با ایشان حرف و حدیث آغاز میکنیم. جناب دکتر صاحب، چطور گذشت رمضان امسال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ادای احترام و ادب و تمام کسایی که مسلمان در سرتاسر دنیا و خصوصا بیننده تلویزیون جهانی خورشید هستند، سلام و احترام تقدیم میکنم. شما سلامت باشید. فکر کوم چې روژه یو د الهی نعمتونو ده که سړی پې شکرانګي د الله ادا نه کړي، فکر کوم چې کفران به واقع شي. دا چې موږ ژوندي وو، صحت هم درلودلو، استطعار سره وه، او د بدن د خیراتونو نه موږ ته الله د دې د خیرات نه یو جمله راکړه. زه خپله شخصا او د نړۍ ټول مسلمانان باید شاکر اوسیږي. بهترین عمل د الله په اعمالو کې، د الله په فرایضو کې یو د هغې د جملې نه روژه ده، او دا د الله تبارک تعالی د هغه فرایضو نه ده چې موږ باید شکرانګي د الله پې ادا کړو. دا ځکه زموږ د پاکوالي دپاره، زموږ د مشینرۍ د ښکلا دپاره، زموږ د صحت دپاره، زموږ د بدن د قوت دپاره، او همدارنګه د ښکلا دپاره. پروژه کې سړی ډېر ښایسته کېږي، هم معنوي سیرت منځته راځي او هم مادي سیرت منځته راځي، چې د بدن فزیکي سیرت پکې نغښتی وي، او هم اخروي سیرت منځته راځي. هر هغه څوک چې روژه نیسي، د هغوی آخرت ډېر ښایسته کېږي. دوی به د جنتونو زیری اخلي، او په دې دنیا کې به الله د هغوی په مخونو کې، د هغوی په اعمالو کې، د هغوی په کارنامو کې، د هغوی په روزګار کې، د هغوی په نعمتونو کې نور هم ازدیاد راوړي. الحمدلله ثم الحمدلله. که څوک درې بار په ده باندې شکرانګي د الله ده کې، الله به ورته اجرونه ورکړي. ډېره ښه وه، ځکه یو نه وه، اقلیم ورته ډېر ښه و، آب و هوا ډېره ښه وه، هېڅ نه وه. د ګرمۍ احساس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، خصوصا د مشرقي په طرفونو او د غرب په طرفونو چې ګرمي زیاتره، هېڅ ګرمي نه وه. دا یو، او د بله پلوه لږ کمی کاستي به وه، او د بله طرفه زموږ د تجمو د ګناهونو دپاره الله یو عذاب رالېږلی چې هغې ته د بهرنیانو د کرونا نوم ورکړی. دا په اصل کې نومونه یې شاید کیدای شي دا نوم نه وي، خو بلکې موږ په عامه اصطلاح وایو چې دا زموږ د ګناهونو تجمونه الله یو عذاب نازل کړی دی. الله یې د نړۍ مسلمانان ټول، بیا افغانان چې خصوصا 40 کاله موږ په دردونو کې تیر کړي، په ژړا کې تیر کړي، په ویر کې تیر کړي، په بمونو کې، په باروتو کې، په شهیدۍ او په وینه کې تیر کړي، نو رب المنان دي وکړي چې موږ د دې وبا او د دې افت نه الله تبارک تعالی د دې مبارک روژې په خاطر باندې سلامت باشین. جناب صافی صاحب، چند سال است که شما روزه میگیرین؟ به یاد دارین؟ دست دقیق همی په یاد نه ده، تخمینی اگر تخمینی نو ز فکر کوم چې
د پنځه شپېته یا څلور شپېته کلنۍ نه څلور شپېته سنه 64 نه سنه 1364 یا 65 بوده یار امی قدره بود که ما متعلم مکتب بودم و از این وقتا ما روزه که میگیریم 64 بود اغلبا بلکل 64 سلامت یعنی رمضان و روزه را شما چه قسم یک عبادت یافتین؟ در این فرصتی که شما روزه میگیرین؟ تا وقتی که نمیفهمیدم به نعمت الهی از فضیلت ازیا از فضیلت اخروی و فضیلت دنیایی خب فکر میکردم که ما چون احکام الهی را ما هیچ وقت به حکمت ولی قبول نکده بودیم به حکمرانی قبول کرده بودیم یعنی از حکمتش خبر نبودیم ولی گفت که پدر ما میگیره پدر کلان ما میگیره مام که چون خرد بودیم تقلید از فرهنگ خانواده ولی پسان که ما فهمیدیم که نه در زیر حکمت ولی یک حکمرانی حکمت ولی موجود داره ما مسلمانا روزه را به همیشه فرایز الله را به حکمرانی قبول کردیم که حکم الله هست ولی در دیگه دنیا مردم ریسرچ میکنه ایره تحقیق میکنه که در حکم الله چی نهفته است که او را ما حکمت ولی میگیم یعنی از سر ناآگاهی رفتن به طرف یک حکم دیگه شاید نه چندان لذت داشته باشه بالکل ما میگم لذت تو حکمرانی الله داره که تو سرش بفهمی حج با کسای مزه حکمت ولی باشه بالکل که حکمت ولی در پشت حکمرانی باشه نه که حکمت ولی از حکمرانی که در پیش باشه مثل که یهودا مردم مشرک و نصرانی روزه میگیره ولی و حکمت ولی شنه پیش میکنه بخاطر صحت خود ما مسلمانه شکر الله را باید ادا کنم بسیار زیاد تشکر به شکل حکمرانی و حکمت ولی وجود شما و سلامت میپردازیم انشاءالله فرصت یک باقی است به موارد اتمن خواهیم پرداخت فرصت قرنطینه هست دمی هفته از شنبه یک شنبه به طرف سری به بازارها زده این جناب دکتر صاحب یعنی یقینا که من گویو چی من باید در ځان د سلامتیا دپاره د صحت دپاره چې دا راباندې فریضه ده او د نورو سلامتیا ته هم باید متوجه شو او معلم د بشریت مبلغ د بشریت محمد رسول الله فرمایي چې ستاسې د اعمالو ژبې او حرکاتو نه باید یو بل مسلمان متضرر نه شي د دې اوسني افت او طوفان دپاره اوسه پورې نړۍ هم په سوال کې ده ماښام یوه خبره کوي وایي چې کرنټین ښه شی دی سار کې بیا وایي ښه نه ده ماښام وایي ماسک ښه دی بیا وایي چې په دې پزه کې یو ماده ده یو عصب دی د ماسک په واسطه تنبیه کیږي هغه پخپله وایي د دې مضر دی باعث د دې ویروس کیږي خو په هر صورت ازدحام د دو چون دا شکل د والګي په شکل دی د ریزش په شکل دی نو ازدحام او د خلکو سره ګڼه ګوڼه دا د مرض د انتقال لپاره یوه لار ده په دغه شکل چې موږ بازار ته راووتلو او یا راوځو چې څوک د یو جوړه څپلکو پسې م راوځي او څوک یو سرخي او سفیدي پسې راوځي زه فکر کوم چې دا ستره ګناه ده او جفا ده د افغانستان د اولس سره د خلکو سره د ځان سره د خپلې کورنۍ سره فرصت خب من میخوام سوال مطرح کنم اتاق فرمان وقفه داد وقفه میگیریم و پس از وقفه سوال مطرح میکنم چون یک قسم باز ناتمام بحث میموند چندان بیمزه میه وقفه و پس از وقفه در خدمت خوش آمدین ادامه شهر رمضان و شبکه جهانی رادیو خورشید بیننده و شنونده هستید صفحه فیسبوک ما را زیاد نبرید اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنید سوالی نظری نقدی در خدمت شما هستیم و شماره تماس واتساپ ما 0782224710 جناب دکتر صاحب من قبل از وقفه هم چشم دید خدا به شما حکایت میکردم امروز به بازار رفتم خب یک وضعیتی را در بازار شهر کابل دیدم که یعنی غیر قابل باور اون شما گفتین قبل از وقفه اگر یک شخص یک چبلک هم کار داشت به خاطر که یک دو سه نفر طفل هم در خانه خسته شده از این وضعیت قرنطین در خانه همین دو تا طفل خدا من برای خدا برده یعنی آنقدر ازدحام آنقدر بیروبار آنقدر رشک یعنی از تصور بالا خب فرض کنین از منظر دینی هم و با این بحث قرنطینه پیشنهاد میکنه که همین ازدحام خوش نداره و طب روز هم توصیهش همی بود در آغاز کار که وزارت محترم صحت عامه توصیهش همی بود که در خانه ها باشین و در خانه بمانین تا مسئول بمانین همی با همی شعار آغاز به کار کرد اگر وضعیت به منوال پیش بره
آینده را شما تصورتان چی هست از آینده؟ ما باید به اسباب بریم که چرا ما به شکلی که ما خود ما حراس پیدا کردیم و ایرا ما افراد و تفرید در این ملک ما در هر چیز زیاد است هم افراد داریم هم تفرید اگر کسی بگوید که ما پیلوت هستم دیگه فورا میگه ما سه پرواز از تو پیش کردیم بیدر مشکلات وجود داره ولی دیگه چند چیزی است بین که از ملت هم قبول کنیم شرایطی که برای کارانتین و بستری که برای کارانتین بوده هرگز حکومت دارای ما او را حوار نکردن و خانه ها را در دیگه دنیا که کارانتین میشه هم صحی بیمه داره هم غذایی بیمه داره مملکت ما برای شب یک کراچیوان 300 یا 200 کار میکنه و هم سرشستات شدن ولی بین شما با مساعدتی که به اسم نان شده که بسیار کلمی خوب نبوده که پس برای کرونا یک نوع دلگی جور میشه ولی دو جبرین در موترهای لکس مردم میه کاکا خسر ملک صاحب است وکیل صاحب است ولی با مستحقین تانوز نرسیده یکی و دومی که خودی امو تفسیری کرونا را که با زبان وزارت صحت عامه صورت گرفته مقنع برای ولس نبوده بخاطر دی که دری گپایی بود که کرونای اصلی چیره اصلی کرونا را پنهان کرده بود مدلایی که بیرون داده بودن و اینا به زبان خود لسپیکر دیگرا واقع شدن اونا همیشه دروغ برآمدن به این دلیل بود که مثلا اینا گفته بودن و وجود دارن در طرح ازیا که مدل برای دیگه کس داده بودن که اگر کارانتین تا آخر سور 100% اجرا شوا بعضم 1,20,000 ما تلف داریم بلکل هست اینا که طرح پیش کردن و گفتار کردن برای مطبوعات ما داریم اگر کارانتین 50% تامین شوا ما در حدود 8,00,000 نفر و اگر کارانتین قسمی شوا که بخیلا بمانیم از میلیون بالاتر هستن مصاب یا تلفات؟ نی مصاب و تلفات هر دویشان که تلفاتش از دیگه بیشتر گفته حالی ما مای سورا بخیر خلاص کردیم تلفات ما 100 بالاتر هستن و مبتلایان ما از 7,000 و چیزی کم 8,000 کمتر است و بالاتر نیستن من میگم اگر چنین مدلای بیرونه که برای ترس و حراس مردم افغانستان در بیرون طرح و دیزاین میشه و ما به تشوشات روحی میریم و امی دلیل بود کسایی که میفهمیدن به دروغ ازیا فهمیدن کسایی که نمیفهمیدن از عمل کردی ازا که دیدن که چیزی میگی او در جامعه نیست دیگه بنا آن اینا خودشانه خدا یک قسم خودش اعتراف کردن که به گپ ما کسی قبول نمی کنه خود دلیل امی بود که اینا نتانستن که طرح معقوله برای سطح دولت بتا و برای ملت خود بتا و اسلام قلعه را قرنطین می کردن هرات را قرنطین می کردن ما به این شرح بیشتر مبتلا نمی شدیم و فعلا که در کمیته کرونا کسی آمدن که اصلا مسلکی بسیار کم دارن مامورین جای بجای شدن و کسای از ریاست جمهوری آمدن به نام مشاور صاحب خود تو مشاور صاحب هستی خیر بی بیده این مملکت کسای هست که ملک سر شاق داره و پروفیسر انتانیس و ویروس خوانده طرح خوب داده میتنه که مفید به جامعه باشه در اینجا کسای آمدن که یک ترموز با ما به 5,000 خریدن 32,000 شپرکت خریدم و در شفخانه بدون سینتنایزر تاریخ تیر و بدون چند تا لوبیا دیگه چیز را نیفتیم همین چیزا بود که و صنفی که از اتبا بودن ناراضی هستن از وزارت صحت عامه چرا البسی که برای جنگ کرونا است در خط اول ما می جنگیم برای ما داده نشدن که ما در اون صنف رئیس اتحادیه می دکتران هم هستیم و به این خاطر دردای صنف به ما انتقال میشه همین دلایل بود که مردم سر ازیا اعتماد خود به صفر و او اعتماد و باورمندی که بین ازیا و ولس بوده از مردم بوده او از دست دادن علی با گپی ازیا کسی 1% هم قبول نمی کنن دلایل هویدا بود که ولا زیر پشت کرونا علی ما می بینیم خیلی کرونا شما او روز تاریخ 29 یک نطاق تلویزیون شمشاد دیدین که او هیچ سمپل نداده در خانهش نتیجه آمده که تو را کرونا گرفته و کرونا تو مثبت سلامت باشین ما منظورم از این بود جناب دکتر صاحب خب که این شب روز کم مانده از ماه مبارک رمضان بالاخره ما وارد روزای عید میشیم خدا بخواه بخیر فرض کنین امی با امی رشی که امروز در بازارها هست و میوه خوش خریداری میشه و بالاخره میره به سفره های عیدی و بالاخره امو خانه گشتکی که وجود دارد آمیانه بگویم یا دید و بازدیدی که در ایام و در روزای عید صورت میگیره اگر فردی مصاب میباشه و ای دست میزنه به میوه خوش طبعا ویروس انتقال میکنه به میوه خوش
و بالاخره فرد دیگه که آمد و بالاخره از این استفاده کرد، یعنی این فرد مصاب میشه. میشه که از راه نظریات صحیح و دینی و این مورد از شما داشته باشیم، چون شما هم یک متخصص بخواست این هم در کنارش از مسائل دین با خبر. داد وطن و گری پا من حق لری، من فاکولتا دا دوی دا پلار دا پا مالیا ویلی دا من دا دوی قرزداری و من ورتا پا مسکین جبه بانی وی و دیو طبیب صفت بانی پا دی ملک ممر تیر کرده چه دا ویروس پا فلزات و بانی شپک لاتا ساتا پایدی که گی پا وچو شیانو بانی لکا لرگه، لکا بادام، لکا او کم غذایی مواد چی محلیب دی، یعنی پا اسطلاح لامده دی پا اغوی بانی دادری الا سالور ساتونو پوری پایدی که گی نو که پا دی سالور ساتونو که استاسی کورانی تا یو ناقل چه دیر مهم خبر داره یو ناقل که دیشی چی داغی دفاعی سیستم دی یو لزر نپفی متر مکعب دوینی بانی اساکر لوری وی دا ناقل دی اعراض نور کهی بلتا نقل کهی رازی تا سر چه و تا کینی استاد اختر مبارکی کهی خپلا هیچ اعراض نلری عطیه فیصد خلق دا بدن معافیت الوال دا ویروس رازی و تیری گی خو معافیت اصیلی خو بلتا ناقل دی بل چی دا سیستم دفاعیش پایین تر هستن بری حضور بسار موزر است ما من حیث ازی ما باید در مستحبات فرایز از دست نتیم واجب از دست نتیم سنت از دست نتیم دیدن نی دوستا فعلا طریقه های خوب وجود داره تلفون از سکایف از میتانی قوارشون هم ببینی صحبت هم بکنی ولی اگر تو می برای از خانه و در موتر میری اگر چی موتر خودت باشه تو موتر بیگانه و یا در خانه از اون میری امرای دیگه کس تماس میکنی تو چی با خبر هستی که او مریض هستی خودت و این تماس از نظر سلامتی جان، سلامتی جامعه، سلامتی انسانیت و بشریت در شرایط فعلی از نظر دین و از نظر صحت هر دویش را خوب شمرده نشده ما تمنا داریم از تمام افغانهای خود که تای دل ماست و قربان دل از و قربان ازی که در چند روز در خانه ماندن اگر زیاد محتاج نباشه گرسنه شکم نباشه و محتاج نباشه از خانه نبره با مبارکی خوی هرگز از خانه به اسم ازی که ما دید و بازدید میکنیم هیچ وقت نره و میوره امسال هیچ نخره بخاطر ازی که یکی اقتصاد مردم ضعیف شده و دیگه کسی باید خودشان نطلبه میوه که بخره خو مردم میه و دیگه روزا که چی قسم در خانه بود امروز هم قسم بخو باور به خدا کن. پس بدیل شما پیشنهاد دارین؟ یعنی بدیل خواه یک مورد است که بعضی دوستا شما خودتان اشاره کردین ایره یک جنبی یعنی یک بخش دین میدانن سلیره هم میدانن که دید و بازدید یک اصل دینی است و خب یک بخش بدون شک هست و باید رفت یعنی کمتر توجه میگیرن به مشکلاتی که از کرونا با وجود میاد من میگم رفتن در این سنت نیست مستحب است و مستحب یک عمل است که اگر انجام شوه ثواب داره اگر نشوه هیچ عذابی نداره و نگاه کردن دیگر و ضرر رساندن به دیگرها یک عذاب است یک نعوذ بالله یک جرم است و سلامتی خود ما بالای ما فریضه است سنت است واجب است ما باید این باید قایم بگیریم که رفتن با وا چقدر فواید و یک تلا ترازو کنیم که اگر ما بریم به مستحبات بپردازیم و در خانه از وا بریم چقدر فایده کنیم چقدر تاوان حداقل وجدانی محکمه خدا بکشیم و به ترازو بگیریم که چقدر ما فایده میکنیم یا تاوان بین تاوان زیاد است ما به صفت یک طبیب به صفت یک برادر مسلمان تان برتان میگم که تاوان رفتن به مبارکی در این سال تاوان زیاد است نسبت به همین تاوان شب بگوین که تا شهروندا و برادرها خب واضح گفتم یک انسان میتونه در 24 ساعت در 8 ساعت میگه در حدود 60 نفر دیگر اگه ملاقات کنه 60 نفر کانتکت ازی بسیار سریع است چون این ویروس توسط قطرات هوایی انتقال میشه از صحی و از تماس هم میشه ظالم ترین به این خاطر است که تداوی نداره وقایه نداره واکسین تعلق کشف نشده و فکتورای مساعد کننده ازی میگه بسیار در جامعه وجود داره یکی از فکتورا خود هوا است و کمبود فاصله است دست دادن است و با مو خوردنی که تو کاشق میگیری و یا ظرف استفاده میکنی یا از میوه‌دانی یا شیریندانی اینا همه از یا با شمول چایبر اینا حولش ناقلین هستن اگر ما به هید استرخان آوار بسازیم و مردم زنگ بزنیم که بین شما اگر در یه خانه روزانه 30 نفر چی شوه تیرو بیر شوه یعنی بالا و بخیزه که 2 نفر از فامیل است 20 از بیرون میه در یه که 1 نفر از کرونا خدای نخواسته خطا بخوره چی از شرق باشه چی از غرب و در این خانه داخل شوه
ایسی دیگه ایسی تا هر کدام داتا کت فامیل و داتا کت دوستای دیگه میشینه. روزانه ما میتونیم که 100 الا 102 نفر ما مبتلا به کرونا بسازیم. پس چه بدیل پیشنهاد دارین برای شهروندای ما که خواهان دید بازدید در روزهای عید هستند؟ ما بدیلش هم میدانیم که چیزی که در این شرایط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کارانتین کرده او را باید اون معلمی بشریت است و چیزی که قرآن به ما میگه و در ضمن سیاتامه یا اتبای افغانستان طبیبایی که مخلص هستند برای شما میگه که در او ضرر به جان تا نیست. او میگه دستا بشو الله محبت میکنه کسی که دستا را زیاد میشوید و الله یحب المتحرون است الله کتیم کسایی که زیاد وضو میکنه. و در ضمن یک چیز دیگر هم در نظر داشته باشه که ما روح داریم و جسم. برای جسم خود تقویه ویتامین سی و چشتن و ولی برای روح هم یک کمکی خاطر جمع شویم ازدحام نریم تا روان ما که خراب میشه. شما باور به خدا کنین ما امروز عملا برات میگم یک خانمی از مستوفیت ماموری مستوفیت بود آمد با ما روحن کرونا گرفته بود دوره یتو نارام بود مرا گفت سلفه پیدا کردیم چی کنیم علی میمریم سرم در میخوره پیشانیش ما که دیدم که نارامی روحیشی بسیار بلند بوده از فیزیکی کده مکتم چند ساله استی گفت 38 40 مکتم کرونا تو را اینقدر ضرر رساندن میتونه خوراک فقط در خانه بیشی اما او چیزی که تدابیر اتبا یا طبیبای افغانستان برتان میگه او را سر خود عملی کو تا قلب الله کو غذای تا خوب کو دوستای تا بشو نمک غرغره کو اتو کالا را چپه اتو کو بافتاو بیشی و بیرون نبرای همی کلی که می برای آمدن و یک دعام به ما کردن گفت والا بله ما بیدلو امیال خوب شدم. دیدم که برای ازی مسکین دمی چند وقتی که در خانه شده بودن یک مشکل برش ایجاد شده بود. ما تمنا داریم ما وقتای داریم که آدم میتونه در بخچه خودم برای در اتاقم برای از خانم برای ولی در وقتی مساعدشان که تماس با دیگران نداشته باشه ما او تو محیطی داریم ولی نشوه در این روزایی که ما میبینیم خود ما اول از الله بترسیم و دیگه حراس بر امام پیدا شده. یعنی باور کنین ما زندگی ما در میکرویان است ما در مارکتای میکرویان میبینیم که بیخی انسان تیر شده نمیتانه و ایرا بخاطر یک دانه نخنگیر 3 نفر از خانه میبره یک دانه لبسیرین 4 نفر از خانه میبره بخاطر یک دانه بوت خوش کردن 5 نفر از خانه میبره. ای باید امرای خود جفا نکنه امرای ملت خود جفا نکنه امرای صحت خود جفا نکنه و این کار در نزد خداوند گرفت داره نشوه که خدا نخواسته امی تکبر ما که مردم هم با ما میگه طبیبا و دکتران با ما میگه صحت امام با ما میگه قرآن هم با ما میگه رسول هم با ما میگه که همون شهر باید کارانتین شوه زیاد دور و پس پیشک بازی نکنه و ما این کارا را میکنیم. ز فکر کوم چې دا د خپل هیوادوالو سره د خپل ځان سره یو جفا بسیار ده. تشکر سلامت باشین برمیگردیم شما نشر زمان سنج و پس از او قرائت اذان شام با افق شهر کابل. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا
سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر خواستید. بفرمایید شما به افطارتان برسین. بفرمایید افطار کنین. شما بیننده و شنونده برنامه شهر رمضان از شبکه جهانی رادیو خورشید هستید. جناب آقای پروفسور دکتر محمد فیاض صافی مهمان ما هستند در برنامه امروز شهر رمضان. استاد یک سوال شخصی، بیشتر شما در افطار در ماینه خانه می باشین یا در خانه؟ یا امسال ماینه خانه رو قرنطین کردین؟ چرا امسال در روزای اول که واقعا قرنطین اعلان شد دو جنبه را موازن کردیم. یکی که برای دکتر قرنطین نیست و در وظیفه ما هیچ کمی نامده، استثناء است و این ملت بلای محق داره و شفخانه های پر ازدحام یک کمکی بی مهراس پیدا شد. روزای اول به این خاطر که من باید سر خود قرنطینه قبول کنیم نمی رفتیم. پسانه دیدم که مریضا و دوستا حتی به خانه آمدن و دیدم که محتاج به این بودن که باید خدمت صورت بگیره. از قرض بودن والدین از یا که ما در این ملک پیدا شدیم، قرضداری از واستیم در رابطه به صحت و رفتیم به ماینه خانه. ولی ایامی روزه را هیچ هرگز ما بسیار کم، اگر 15 روزه در 30 روزه 15 خود به خانه می رسانیم. در 15 اگر مریض استاد بوده و او درد خود داشت، ما دیگه این ظلم نکردیم که ما بگویم که ما میریم افطاری را در خانه می کنیم. هر جایی که آمده خدمت مردم را پیش کردیم، افطاری را شده که به یک میوه و به یک خورما افطاری خود کردیم. باز با نانخوری خدا به خانه و استرخانی پدری خدا خدا سر. تشکر دکتر. سی یک مورد دیگه، یعنی در جریان یک ماه مبارک رمضان قسما میده ها با غذا در جریان روز ناآشنا شد، یعنی فرصتی که عید میرسه چگونه یک رژیم شما توصیه میکنین؟ با چه غذاهایی آغاز شود؟ آیا به یک بارگی شروع کنیم و آیا پرخوری مشکل ایجاد میکنه و چگونه؟ دو چیز بسیار اهم هستن. ما میدی خدا برای 30 یا 29 روز استراحت دادیم و بدن 4 قسم غذا ما برای تامین کالوری داریم. با مزد دکتر صاحب، امی صحبت شما فراموش نشه. یک ماه که یک فکر کنید یک ماه میده با غذا از طرف روز ناشنا بود، از نظر مسلکی یعنی این دو 4 کلام آفت و مشکل نمیشه؟ من میگم علی، یکی ظرفیت میده باید در نظر گرفته شو. میده تقسیم به ظرفیت 24 ساعتی قبلی میشه. مثلا یک ظرفیت یک میده 700 سی سی سی، یعنی چیزی کم یک لیتر، مثال میگم. اگر این ما 3 تقسیم کنیم، 2.5 صد زیر غذا پرتیم، 2.5 صد آب پرتیم، 2.5 صد هوا بمانیم تا تنفس کنه. میده خودش تنفس میکنه و برای مخلوط کردن ازیا. یکی عید بگذره، رمضان بگذره، ما باید کدام غذا بگیریم؟ ما 3 قسم غذا داریم. یکی کالوری بسیار بلند سخت که او را ما شهم میگم، چربو. این چربو اگر هم تو سفید است، میگه از 5 سفید حراس داشته باشین. اول سفید چربوس، توم براس، نمک است و برنج است و چیزی که بسیار به ما اهم است، کسایی که البته این مشکلات داره، بوره برای کسی که شکر و دیابت داشته باشه، برنج با کسایی که چاق باشه، شهم با کسایی که چربی خون داره، بمین منوال. خب ما ساده میگیم، ما 3 قسم غذا را باید پیشنهاد که میکنیم. یکی از بالا که سخت‌ترین است چربی است، بس پروتئین است، بس قند است. قند باید در روز عید قند خورده شود. قند چی را میگه؟ برنج قند است، نان قند است، جوس قند است و شیر برنج قند است. شیر در جمله ازی پروتئین و قندیات میگه که سبک هستن، ماس به می ترتیب. یعنی و دوم ظرفیتش زیاد نکنه. خو ایره خود دیدم که غذا را خوش کردی که برنج بخو و امیره از مقداری که در روزه میدید به چی اندازه خود چمرک کده و مو اندازه 2.5 سی سی بالاتر نبر، بخاطر از اینکه هم برتن تکلیف پیش میکنه، تعفن پیدا میشه، عرقی که باعث مریضی میگرده و در ضمن در جامعه که میگردی یک قسم گرنگ معلوم میشی و یک قسم طبیعت به صورت عام خراب میباشه. بهترین همیست که در روز اول و دوم عید
به بی خاطر است که ما همه شش روزه که بعد از عید هستن ایره باید مردم به زودترین فرصت در فاصله دو روز باید در این طول ما باید بگیره به خاطر از اینکه ایره نبی علیه السلام بیخی هیچ وقت خطا نکرده و گرفته ما باید همه شش روزه را که به نام شش روزه عید یاد میشه امیره به مردم بگویم که این بسیار هم است براتان به دو روزه روزه نگیرین یک روزه بگیرین که تا عادت شوین پس من سیستم اولی به دور بخورین اگر ما ماشین یک دفعه استاد کرده باشیم شما د ماشینری دیگه ببینیم موتر موتر یک دفعه چالان کو باز حرکت کو هم موبلین خور میشه هم بالای ماشین فشار می بنا ان کار است که اول باید از مایعات شروع شه مستحلب مایعات و د او قندیات زیاد باشه چی جوس باشه چی سوپ باشه چی حلوا باشه، فیرینی باشه، شوروا باشه و یا دیگه چیزای جوسی که ما کشیده بتانیم از هر میوه که باشه و بعد تعقیبشان این هم در نظر بگیریم که غلظتش زیاد نشه مقدار زیاد نشه که خودشان مشکلات به بار میاره و دو شش روزی بعدی سه روز در میان، دو روز در میان، چهار روز در میان تقسیم کنین هم شش روزه را سری سی روز یا 29 روز و امور را بخیر بگیرین تا که چیزتان صحتتان کامل باشه سلامت باشین گفتین یعنی از 100 فیصد میده حدودا 25 فیصد یا 250 فیصد چه شما گفتین گرامش غذا گرفته شوه چطور تشخیص شوه که یعنی 25 فیصد میده غذا گرفته شد 25 دیگه شما بگیری و 25 دیگه باید در دنیای در دیگه دنیا دنیای غربی برای یک کاهل که 70 کیلو محاسب شده نرمال برای ازوا کالوری تعیین است که چقدر شحم بگیره 15 گرم شحم است چقدر پروتین بگیره چقدر قند بگیره که هم کالوری بدن را پورا کنه ما دیگه هر چیزی را گفته نمیتونیم پاپرم که کالوری است نه اما کالوری خودش پورا میکنه اونا باز همین قسم غذا را برای خود تهیه میکنه از نظر حجم بسیار کم میباشه و از نظر کالوری بلند میباشه اما کالوری خود پورا میکنه ولی در ملک ما 40 ساعت جنگ میگذره تعالی ما در خانه یک طبیب هم ندیدیم که برای خود و برای فامیل خود کالوری را از طریق ازی که ما پیشتر فرمول گفتم تعیین کرده باشه دیگه دیگه ظرفیت های میده فرق میکنه خداوند هر کسی را خیر بتا کسایی ما را دیدیم که بسیار نام خدا زیاد میخوره و کسایی را دیدیم که بسیار کم میخوره حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این رابطه است که شما حداقل امو که بفهمین که اینقدر یک لقمه مرا سیر میکنه امو را بمانین که گرسنه بمانین به خاطر از اینکه امو جای برای هوا بمانه و به می ترتیب به دیگران فکر شوه در ملک ما کسایی که داره اونا باز بسیار از خود پر میکنه ظرفیت معده ازی نسبت به ظرفیت معده یک غریب فرق میکنه باز غربا هم داریم که یک دفعه در 24 ساعت برش نان پیدا میشه خوب پوریش میکنه دیگه وقت باز نان نداره دیگه در مملکت ما خودم شخصا نمیتانیم که ظرفیت اعظمی ازی رو بگوییم که چقدر داره خود هر انسان فرق میکنه نظر به عادت اولی نظر به رسوم خانه نظر به عایدات نظر به خوردن اینا فرق میکنه از اول همین مثل جوراب واری میده خود کش میکنه کلان هم میشه خوردم میشه ولی بهترین غذا همین غذا است که باید فیصدی قندیاتش زیاد باشه 50 فیصد 25ش پروتین باشه 25ش شحم باشه ما برای انرژی همین 3 ماده داریم دیگه این ویتامینا انرژی میده ولی در دیگه سکتور نمک انرژی میده در دیگه سکتور ولی خود یک انرژی کالوری را تاسیس میکنه و ماشین به چرخ میاره امو هم 3 ماده است که در محیط ما لوبیا را گفته میتونیم پروتین است دال گفته میتونیم پروتین است گوشت میتونیم تخم میتونیم شیر میتونیم و به میشکل سلامت باشین دکتر سید در خب فرصت امسال خب بدبختانه که بحث کرونا پیش آمد ختم رمضان و شروع عید که بیشتر سفره ها در افغانستان با میوه خشک مزین میشه خود میوه خشک از نظر صحی چگونه است استفادهش نو وچه میوه ده طب در نظر ممانیت نده ولی په دې اوسني شرایطو کې چې ناقل د پلاس کې وهل کیږي او د کرونا یو د انتقال د لاملونه ما مخکې ویل چې یو قطیرات دي دغه تنفس او بل د دې ویروس ورزیدل چې دي د خولې نه وایي په دې یو نیم متر کې دا ویروس چې دی پرواز کوي د بل انسان نه او بیا راوځي دا ستا په دې میوه دانۍ کې پرېوځي
او خمن بيورتا يعني كوني متر انتقال پرواز داره پرواز ازياس يعني بمي خاطر ميگن كه فاصله 2 متر بعد باشه 1.5 متر اي ميتانه كه دمو سطحي كه مثلا از زمين 80 متر بالاتر است 80 سانتي بالاتر است 1 متر بالاتر است كه ما 180 مثلا قد داريم در حدود 160 زبان و بيني مامي يا چشم مامي اي ميگه كه پرواز ميكنه تا اي سرحد ميگه ميتانه كه همو تو خود برسانه دمي فاصله بعد ازو ميگه دن ميشه ميفته شاید در بوټي امو ادمي ديگه بفته اگر دو فاصله باشه اگر اي ادم در فاصله 2 متري باشه احتمال کم است هر قدر وبازيد به ويرولانس هم تعلق داره که می شخص مبتلا چقدر در یک تهویه در یک سلفا در یک تهویه یعنی تنفس چقدر این ویرولانس یا مقدار می خودی ویروس است این ویرولانس منظورتان چی است ویرولانس حجم میکروب در یک تنفس یا در یک سلفا بسیار ساده بگو حجم ایزی که شاید بلک ها و میلیون ها باشه شاید بلک ها و میلیون ها باشه شاید به هزارها باشه، شاید به صدها باشه، شاید به دهها باشه و شاید یک دانه باشه. این را کسی نمیتانه، این نظر به ویرولانس بدن خود میکروب در داخل ناقل این فرق میکنه که ما نمیتانیم که در روزای اول محاسبه بگردانیم که در این آدم چقدر ویرولانس میکروب است چقدر ناقل است. تشکر. دکتر صبح یک موردی را که شما گفتین فرض کنین اگر بیخی در خانه دسترخانه هم هوار نمیشه فرض کنید اگر یک نفر مصاب می باشه این تنفس ها می کنه خب طبعا دیگه وقتی که 1.5 متر ای کرونا به اصطلاح مسیر طی می کنه میشه در روی فرش در روی توشک یک جای ای اگر ای ویروس می باشه طبعا زمانی که پای به این میرسه خب طبعا فرد مصاب میشه بالکل بالکل ما به می خاطر میگیم که شما دست نتین رو بر یا بغل کشی نکنین و یا امرای دیگر از ازدحام خود پرهیز کنین و مندنباشی را از دور بکنین با یک سلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو امیر اکتفا کنین خمی به می خاطر است تا علی انتقال ازی دنیا هم سرگردان شده گایی که امو گایدلینای که چین برای مردم مطرح کرده در او ما خود ما دیدم چون شکل ازی مثل توتی زمینی واری است و خودی کپسول ازی پیپتایدایز است یعنی بسیار قائم و سخت است و زودترین فرصتی از بین نمیره به می خاطر است که در جامداتی که نوحی باشه و حدی باشه برق تیر کنه میگه در او فلزات تا 8 ساعت هم زنده میشه که بمانه و در چیزایی که دیگه جامد باشه که مغز نداشته باشه مثلا خدا کنه دیگ باشه گلدان باشه دسترخان باشه و یا هر چیزی که باشه دیگه هم شده میتونه که 3 الا 4 ساعت هستن و به خاطر است که ما باید زیاد کوشش کنیم که انتیسیپتیک استعمال کنیم انتیسیپتیک تنها ایره نمیگه که همین سینیتایزری که ما شما میبینیم اینی انتیسیپتیک است نه همین صابون تراشه کنه یک بوتل پرت او د بینش پرت از استعمال کنه 24 ساعت بهترین منظور تان زده افونی است زده افونی است و ایره حتی میگه د فرش پرت د فرشی که به خانه داخل میشه از خانه میبره خانه عمومی نه دروازه عمومی هم پرتا دروازه که یک اتاق به اتاق دیگه میره میگه دیگه فرش هم پرتین اگه نبود میگه نمک پرتین امی نمک در او پرتین دسته تانه بشوین چون صابون خودش ای تو است که از یک شخص به شخص دیگه شده میتانه که برای چند دقیقه با وجود ازی که خودش انتیسیپتیک است ولی شده میتانه که مبتلا به سازه کسی دیگه را با اون معیار اندازه و وقت و زمانش دیگه خوب است که تراشک شوه پودری که بسیار مخارش نباشه همون شامپوهایی که در بازار وجود داره و ارزان است ما به هموطنهای خود تنها هیچ چیز توصیه نمی کنیم که بازاریابی نشوه بین یک صابون ارزان بگیرین او را زیر تراشک تیر کنین او پرتین در یک بوتلک اب خوردگی چرا میگین از زیر تراشک تیر کنین تراشک راز از چی است چرا خو اینی که امو یک صابونی اگه وجود داشته باشه هر کس میره از او صابون استفاده میکنه باز او شده میتونه که برای چند دقیقه شخص قبلی اگر ملوث باشه میتونه که دیگر ملوث بسازه اگه ایره در تراشک برده در بوتل و شکل قطره سر خود پرته این شخص نمیتونه که به دست خود امو را مبتلا کنه یعنی هدف ازی امیز و ما برای هموطنهای خود باید مثالای استعمال و چیزای استعمال که در غربت ما زندگی میبریم 54% مردم ما غریب هستن توصیه باید بسیار غریبانه کنیم مثلا ماسک چقدر قیمت شد ماسک شده میتونه که یک چادر کنه از پدرکلان ما در خانه باشه و را پاک بشویم و تو کنیم و در اندازه 20% قطع کنیم و یک دو دانه رسپانه که یک دو دانه لاشتک پرتیم در گوش پرتیم هیچ مشکلی نیست همون خودش ماسک است بخاطر اینکه ماسک کنه معنی و کمال دیگه نداره
نو کدام فیلتری دیگه داره که فیلتر میکنه این کلش یک نوع بازاریابی است. ما برای هموطنان خود میتونیم که بگوییم که شما میتونید از تیکه ها، از دستمال، از لنگی پدر، از چادر پدر استفاده کنیم. اگر تیکه نام در خانه نداریم پاک شو و صفا شو تا می بازاریابی و به این گپایی که ما اکثریت در رسانه ها میریم بسیار قیمت ها پایین آمدن، قیمت های شامپو بسیار پایین آمدن، قیمت های سینیتایزر بسیار پایین آمدن، دیتول بسیار پایین آمدن، معدل دیتول تابلیت های کلور در بازار دارو پاس یک تابلیت کلان او میتونه که دو لیتر سه لیتر پرتین در خانه تان بپاشین با دارو پا 24 ساعت تان تیر میشه در خانه. دیگه به می دلیل است که ما باید از چیزای موجوده و تعقل به جای پرتیم و از امکانات موجوده باید استفاده کنیم تا قلب الله هم داشته باشیم، یک قدر خوش باور هم نباشیم و چیزایی که الله به ما میگه و دین ما معنی نشده که او پاکی بدن است و سلامتی بدن است و از این ویروس بدون از اینکه الله مرا نجات بده دیگه بسیار سخت است. ما به هموطنان خود از طریق شما و از شما را سپاسگزار هستیم که در رابطه با مسائل ملی کشور و با مسائل صحی کشور با مردم یک کسی که او در راست او تبا باشه، یک ریش سفید باشه و مقنع به این باشه که دلایل طبم امرای دین سر بته تا عقیده مندی هموطنان ما بالای زیبه اینی پاکی بدن و اینی در خانه ماندن کدام عذاب نیست و قسم با ما میخوریم که انشاءالله شما در ثواب باشین، خودتان هم محفوظ، دیگران هم محفوظ و اگر زیاد ضرورت بود باز یک نفر مثل عسکر تعیین کنین امو بره سودا بیاره همیتان هم مبتلا بره چیز نشوید بریم. بسیار زیاد تشکر. باش میتونم باز هم سپاس شکران از جناب آقای دکتر پروفیسور فیاض الرحمن صافی. ادامه حرف و حدیث پس از وقت. خوش آمدین. ادامه برنامه شهر رمضان در شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. برادر عزیز و عالی قدر ما احمد بشیر جان قدیری، یکی از نتخانه بسیار خوب ما با ما هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش باشید. سلامت باشید. یک جان تشکر. بفرمایید. از شما مشنیم. دل گدای تو یا رسول الله، دل گدای تو یا رسول الله، سینہ جائے تو یا رسول الله، سینہ جائے تو یا رسول الله، از دل و جان من بیرون نرود، از دل و جان من بیرون نرود، آرزوی تو یا رسول الله، آرزوی تو یا رسول الله، دل گدای تو یا رسول الله، همه حالم رضای حق جویان، همه حالم رضای حق جویان، حق رضای تو یا رسول الله، حق رضای تو یا رسول الله، دل گدای تو یا رسول الله، سینہ جائے تو یا رسول الله، خاک عالم با فرق آن که نشد، خاک عالم با فرق آن که نشد، خاک پای تو یا رسول الله، خاک پای تو یا رسول الله، دل گدای تو یا رسول الله،
غربي يابام بدي دسور مكشام غربي يابام بدي دسور مكشام خوك باي تو يا رسول الله خوك باي تو يا رسول الله دل قداي تو يا رسول الله قاضي خاسترا ببخ چونك يا قاضي خاسترا ببخ چونك يا در وفای تو یا رسول الله در وفای تو یا رسول الله یا رب تو فیل احمد حاجات ما روا کن تاوات بی حضورم مقبول بارگاه کن با حضرت رسولان با مصطفی و یاران زیر لوایشان ما جمله را پناه کن از ذکر خواد تو یارب غافل مساز ما را وز قید تن پرستی یک سو تو ای خدا کن یا رب تو جاذبی را از لطف خیش بین ما انجام با سعادت کارش با مدعا کن با نامت ختم و سازم این مناجات که می دانم توی قاضی آجات هزاران درود و وزار دیگر زما باد بر روی خیرال بشر. تشکر. خدا شما با سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. ادامه شهر رمضان را پس از وقفه دنبال کنید. خوش آمدین. ادامه شهر رمضان را شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. همچنان که میدانین در قسمت پایانی برنامه یکی از فامیل های نیازمند را به کمک یکی از کمک کننده دعوت میکنیم به استودیو شهر رمضان. امروز یکی از فامیل ها را دعوت کردیم و بسته مواد غذایی که از نهاد خیریه سیف فیوچر یا آینده مسئول برای خانواده در نظر گرفته شده برشان اهدا میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین. ما یک تنه کمی نزدیک بگیرین، در چند جمله کوتاه میشه راجع به وضعیت زندگیتان بگوین. وضعیت زندگی ما نگه شوهرم کراچی داره دیگه، بسیار خراب است وضعیت زندگی. خودم کار میکنم. چرا شوهرت که کراچی داره؟ یعنی بسیار کسایی است که کراچی داره و از اون مریض هم است دیگه. چه تکلیف داره؟ میرگی داره دیگه. خب میرگی داره. چند نفر هستی در خانه؟ اعضای خانواده؟ 8 نفر هستیم تعداد خانواده ما. خانم کرامیتین یا؟ آه خانم کرامیتین. خب بچه کلان ندارین نگه؟ بچه کلانم نگه 14 ساله. خب او کار کردن میتونه؟ خب یک تا مکتب هم میخونه، کار هم میکنه بیچاره دیگه. سلامت، خداوند مشکل شما رو حل کنن. بفرمایید، بین به این طرف، بین به این طرف تر استاج، برید پیش موادتان، سلامت باشین. سپاس شکران از این فامیل همچنان که دعوت امروز ما را پذیرفتن آمدن بیجه و سپاس شکران از نهاد خیریه سیو اف فیوچر یا آینده مسئول که این فامیل محترمه کمک مواد غذایی کردن. تا فردا که باز هم در خدمت حاضر بشیم شما را به خداوند یک تا امانت میکنم. تا تان قبول. الله نگهدار.